دومین روز بهمن ماه برابر با 22 ژانویه، سال 383 خورشیدی برابر با 1005 میلادی، کشته شدن منتصر آخرین فرمانروای سلسله سامانی در مرو به دست یکی از رؤسای قبایل عرب، سال 930 خورشیدی برابر با 1552 میلادی، گردن زدن دوک سامرس به جرم خیانت، لرد اول انگلستان که سالها از مشاوران ارشد پادشاه وقت انگلستان بود، سال 939 خورشیدی برابر با 1561 میلادی، زادروز فرانسیس بیکن، دولتمرد، رساله نگار و فیلسوف انگلیسی که روش تحقیقات علمی را به وجود آورد و به همین دلیل روش تحقیق این فیلسوف به روش بیکن شهرت یافت. سال 1001 خورشیدی برابر با 1623 میلادی، شاه عباس یکم نامه پاپ پل پنجم را که با یک پیک ویژه ارسال شده بود دریافت کرد که در آن پاپ با هدف تشدید خصومت میان ایران و عثمانی وعده کمک نظامی به شاه عباس داده بود. سال 1044 خورشیدی برابر با 1666 میلادی، در گذشت شاه جهان پنجمین امپراتور تیموری هند و پادشاهی که به فرمان وی و به یاد همسرش امارت تاج محل بنا نهاده شد. سال 1153 خورشیدی برابر با 1775 میلادی، زادروز آندره ماری امپر، ریاضیدان، فیزیکدان و کاشف فرانسوی که به پاس خدماتش در رشته فیزیک واحد جریان الکتریکی را به نام وی آمپر نامیدند. سال 1269 خورشیدی برابر با 1891 میلادی، زادروز آنتونیو گرامشی، فیلسوف ایتالیایی. سال 1279 خورشیدی برابر با 1901 میلادی، درگذشت ویکتوریا ملکه معروف انگلستان که در اواخر عمر به عنوان مادر بزرگ اروپا معروف شد، چرا که بسیاری از سلاطین و ملکه های اروپا از فرزندان، نوادگان، خواهرزادگان و برادرزادگان و بستگان او به شمار می آمدند. سال 1283 خورشیدی برابر با 1905 میلادی، قزاق‌ها و نیروی سوار نظام گارد امپراتوری روسیه به طرف هزاران کارگر اعتصابی که به سمت قصر زمستانی تزار در حرکت بودند آتش گشودند. در این واقعه که به یک شنبه خونین معروف شد، هزاران نفر کشته و زخمی شدند و این سرآغازی شد برای وقوع انقلاب در روسیه. سال 1312 خورشیدی برابر با 1934 میلادی، در گذشت ابوالقاسم عارف قزوینی، شاعر و تصنیف سرای ایرانی. سال 1324 خورشیدی برابر با 1946 میلادی، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معروف به سازمان سیا تأسیس شد. سال 1331 خورشیدی برابر با 1953 میلادی، دکتر محمد مصدق رئیس دولت وقت دستور تأسیس فوری سازمان بیمه های اجتماعی کارگران را صادر کرد.